ماشالله قصاب در سال 1945 در شهر یزد در یک خانواده گسترده و پرجمعیت ده نفری به دنیا می آید. او نخستین فرزند شموئل و گوهر قصاب است. این خانواده در سال 1951 هنگامی که ماشالله 5 ساله بود به کشور اسرائیل مهاجرت می کنند، برای پسر جوان خود نام موشه قصاب را برمی گزینند و در اردوگاه مهاجران کستینا در حومه قریه ملخی در زیر چادر مستقر می شود. موشه جوان تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان بتشمن و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان برتوویا به پایان می رساند و در تمام طول تحصیل از شاگردان ممتاز مدرسه به شمار می رود. در سال 1969 برای ریاست سازمان دانشجویان حزب ائتلافی گاخال آغاز به مبارزات انتخاباتی می کند و در دانشگاه عبری اورشلیم به ریاست این سازمان برگزیده می شود. موشه قصاب در 24 سالگی به عنوان جوانترین رئیس شورای قریه ملخی انتخاب می شود و در سال 1977 حزب گاخال را در مجلس اسرائیل نمایندگی می کند. قصاب در سن 38 سالگی به عنوان جوانترین وزیر به کابینه راه می یابد و در سال 1984 وزیر کار و رفاه اجتماعی می شود. از آن زمان به بعد موشه قصاب به ترتیب مقام‌های وزارت راه و ترابری، وزارت گردشگری، وزارت اقلیت عرب و رهبری حزب لیکود در مجلس کنست انتخاب می‌گردد و تا پست معاونت نخست وزیری را به سرعت طی می‌کند. در ماه اوت سال 2000 موشه قصاب به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایرانی تبار اسرائیل انتخاب می‌شود. گوهر تیبدل لحیم ارוכים قصاب מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה יחי נשיא מדינת ישראל. יחי. ובן נשיא השמיני של מדינת ישראל. וי והמסרש גילה דורי צ'ור פרזנד בנמהי יעל, דגנית, נועם, בועז ודונבה בנמהי רוני ודניאל הסן. שעת אפילו ארבעה ילדים, תקבלו שיכונים, כניסה ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו ארבעה או חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו. משה קצב אהל ורזש است و بسکتبالیست خوبی به شما می رود. از سال 1984 تا امروز موشه قصاب 4 بار با منوشهر بیبیان مدیر تلویزیون جام جم مصاحبه کرده است. کنا، اما شماتی شش تخا اود کدو رگل. نכון؟ یا یوئتس של הנסיד ימין ספורט. در نخستین مصاحبه خود با تلویزیون جام جم میگوید ولی واسه دیالوگ خیلی سخت. همین حرفا رو بزنید. ببین همین حرفای ساده خیلی قشنگه. بچه کوچیکم 3 سالشه. وقتی میخواد اسم من بگه نمیگه موشه، میگه ماشاءالله. 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 به ایران میگم ماشاءالله. از بانو با ولغه شلو ماشاءالله خوا مر ماشاءالله. از امرو رو ماشاءالله. هو کاخانی شهر ماشاءالله. اینجا را رفتم. به نام پدرش تقریبا.
البته زبان فارسی کمی فراموش کردم. 33 ساله اینجا هستیم. گاهی با رفقا، با پدر مادرم البته فارسی صحبت میکنم. موسیقی فارسی البته نه که گوش میکنم، خیلی هم دوست دارم. گاهی وقتی هم میرخصم با موسیقی فارسی. چی بگم از دل تنگم، مثل آفتاب برگ بانم، نتابی سردم و بیرنگم. گلستانم گلستانم، چی بگم از دل تنگم، مثل افتادم برگ بر من، نتابی سردم و بیرنگم. همه آهم همه دردم، مثل دومین مصاحبه موشکتساب در مقام وزارت کابینه اسحاق شمیر است. آقای قصاب خوش آمدید به استودیو جام جم. البته ما صداتون میکنم آقای قصاب، ولی میدونم که شما آقای کتساب در اسرائیل صدا میکنم. کمی درباره خودتون صحبت بفرمایید. مرسی، خیلی خوشحالم بیام تلویزیون جام جم با هم دیگه صحبت کنیم. من ایران تولد شدم، شهر یزد. دو سالگی رفتیم به تهران مدرسه کورش، پدرم کار میکرد. بعد 3 سال مدرسه کورش، 5 سالگی که بودم با پدر مادرم با خواهرم مهاجرت کردیم به اسرائیل 1951. از 1951 تا الان تو کیات ملخی زندگی میکنیم. من رئیس شهردار شدم به این شهر کیات ملخی در 24 سالگی فکر میکنم. بله، دانشجو بودم، 24 سالگی رئیس شهردار شدم همین شهر که مهاجرت کردیم از ایران. البته من با ایران خیلی دوست هستم، خیلی ایران دوست دارم، مردم ایرانی را دوست دارم، موسیقی ایران دوست دارم، فرهنگ ایران خیلی دوست دارم. پدر مادرم واسه شون هر روزنامه زبان ایرانی، کتاب ایرانی،
موسیقی ایرانی واسه شون دنیای بهشون داده اگر یک کسی واسه شون بیاره. البته همه اسرائیل و ایران با هم دیگه تو که تو اسرائیل زندگی میکنیم همه با هم هستیم و من البته با ایران خیلی علاقه دارم. شما اولین یهودی متولد ایران هستید که در امور سیاسی اسرائیل عهده‌دار پست وزارت بودید و کاندیدای رهبر حزب لیکود هستید حالا و در صورت موفقیت شانس احراز نخست وزیری اسرائیل رو دارید. چه پیامی برای ایرانی ها دارید؟ من البته به اسرائیل تقریبا 15 سال نماینده مجلس هستم، تقریبا 8 سال وزیر اسرائیل کابینه بودم، وزیر کار، وزیر رها. من با اسرائیلای ایران تو اسرائیل خیلی با هم دیگه دوست هستیم. من مطمئنم که واسه ایرانیا خیلی مهمه که یکی که ایران تولد شده بتونه بشه نخست وزیر اسرائیل. دفعه پیش در خلان یک بچه کوچیک اومد بشه من، نزدیک 12 سالش بود 11 سالش بود تقریبا، به من گفت منم ایرانی هستم. فهمیدم که این بچه خیلی افتخار میکنه که ایرانی هست. من مطمئنم که این بچه کوچیک تو مدرسه، تو روزنامه، با پدر مادرش، با رفیقاش، تو خیابون اسم منو شنیده. اومد پیش من نزدیک و من گفت که او هم ایرانیه، معنیشه که افتخار میکنه که ایرانیه. البته منم افتخار میکنم که چون بچه میاد پیش من همچون چیزی میگه. جناب کساب، آیا شما برنامه های ویژه برای گسترش فرهنگ ایران در اسرائیل دارید؟ داریم برای خیلی کم. میدونم که خیلی لازمه، خیلی مهمه واسه ایرانی و اسرائیل. میدونید که اسرائیل با همسایه‌هاش خوب رفتاری خوب نیستیم با هم دیگه. با عربا هنوز دشمن ما هستن، خیلی میخوایم باشون صلح بکنیم، سلام بکنیم، ولی امیدوارم وقتی که صلح باشه بیشتر میتونیم واسه همه جماعتی که از همه دنیا رسیدن به اسرائیل بیشتر موزیک ایرانی، فرهنگ ایرانی بتونیم بدیم. الان همه برنامه تلویزیون اسرائیل میره یا به زبان عبری یا به زبان عربی واسه دولت های عرب که دوره برابر اسرائیل هستن. آیا دوست دارید باز هم به وطنتون برگردی، جایی که تولد شدید، و باز هم اونجا رو ببینید؟ خیلی خیلی آرزو دارم برگردم به ایران، دیدنی ایران. از 1951 که ایران رو ول کردیم دو دفعه من ایران بودم ولی یزد نبودم. یزد دو سالگی ول کردیم. تهران کم یادمه، مدرسه کوروش یادمه خیلی خوب، ولی البته خیلی آرزو دارم دو دفعه برم ایران. امیدواریم که بتونیم یه وقتی برسه بهتر باشه، بتونیم بریم ایران، بتونم برم یزد. میخوام ببینم یزد چه داره. علاقه موچه کساب برای رفتن به یزد به این دلیل است که یکی از برادرانش در این شهر مدفون است. سومین مصاحبه در مقام معاونت نخست وزیر. شما این مسئله رو میدونیم، چیزی در این مورد میدونیم؟ ما با ملت ایران که کاری نداریم، با مردم ایران البته کاری نداریم، نمیخوایم بینا هیچ ضراری باشه. ما مخالف دولت ایران به ما مخالفی میکنه، دولت ایران زده ماست. ما با ملت ایران کاری نداریم، مجبوریم فرق بذاریم بین دولت ایران و ملت ایران. من خیال میکنیم که البته امریکا لازم نیست هیچ اذیت به ملت ایران بکنه.
و بالاخره چهارمین مصاحبه در مقام ریاست جمهوری کشور اسرائیل. فکر میکنید که در این دهه، یعنی الان سال 2003 تا 2010، آیا امیدی هست که فکر بکنید که یک خصیم بین اسرائیل و ایران به وجود بیاد؟ هی به اصلا برای تا میکرده به یک خصیم داشته اگر رو شبام که ایتی ستودنت نساتی برا که بود موقعی که ایشون دانشجو بودن با قطار مسافرت میکردن با نسیه شعال اوتی میشو ایم انی مخان اتختن ایم نسیخت انگلیه و یکی از مسافرها از من پرسید که آیا حاضرم با شاهزاده انگلستان ازدواج بکنم شاه دخت انگلیسی یا نه کل درخ میبلولی با موه بسوف امرتی که نمی مسکیم اینقدر در طول سفر با من حرف زد و وراجی کرد که بالاخره ناچار شدم بگم بله من حاضرم عمر لی اخشب اتخا شخنتی اخشب چه اخلا شخنتی سیخت و اون مسافر گفت الان من شما رو متقاعد کردم بله تو رو گرفتم الان باید برم بله اون شاه دخت انگلیسی رو بگیرم ایران لانه سیخت انگلیا و نحن و اسرائیل و ستودنت ایران شاه دخت انگلیسی نیست و اسرائیل هم دانشجو نیست اوتی شخنت اخشب شخنت ایران منو متقاعد کردید الان لطف کنید برید و حکومت ایران رو متقاعد بکنید ما میخواستیم حرفای ایشون رو بشنویم که مردم ایران بشنون کار دیگه نداشته بله